سلام بر شما، به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 31 ثور 1403 خورشیدی. سرخط خبرها: واکنش ها به جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. رئیس الوزرای امارت اسلامی گفته است که افغانستان در کنار مردم و حکومت ایران است. رهبران برخی از کشورهای دیگر این رویداد را تکان دهنده خواندند. امروز صبح که خبر تایید شد، واقعا این حس رو کردیم که انگار که یک پشتمون رو از دست دادیم. ما با جمهوری اسلامی ایران و مردم آن کشور در این غم خود را شریک می‌دانیم و مراتب تسلیت خویش را بر تمام خانواده های قربانیان، ملت و حکومت ایران تقدیم می‌نماییم. خواست‌ها برای شرکت امارت اسلامی در نشست دوحه. معاون دبیر کل سازمان ملل در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزراء این نشست را فرصت خوب برای گسترش تعامل و عادی شدن روابط افغانستان با جهان خوانده است. داس نست د نړۍ سره د افغانستان دوستانه اړیکو ته هم زمینه برابروي، او دا ناسته به د دې باعث شه چې د دوحې په درېمه ناسته کې امارت هم ګډون وکړي. چالش های امداد رسانی برای سیلاب زدگان در فاریاب. ویرانی جاده ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت روند کمک رسانی را دشوار ساخته است. چون که وضعیت را وضعیت هوا مناسب نبود، اینا هنوز به محل حادثه نرسیدند و کمک ها هنوز هم به مردمی که واقعا به آن کمک میرسید نرسیده است. تلاش ها برای معیاری سازی خدمات افغان پست. و خواست دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو و سه عضو حماس. وقت شما بخیر، من رازقیار هستم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و همراهانش در نتیجه سانحه چرخبال روز گذشته در ولایت آذربایجان شرقی جان باختند. در میان جان باختگان این رویداد حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، آیت الله الهاشم، امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی، ولی ولایت آذربایجان شرقی و سید مهدی موسوی، رئیس واحد حفاظت از رئیس جمهور نیز شاملند. در پی این رویداد 5 روز عزای عمومی در ایران اعلام شده است. ذبیح الله سریر گزارش می‌دهد. افزون بر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم، امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی، والی ولایت آذربایجان شرقی و سید مهدی موسوی، رئیس واحد حفاظت از رئیس جمهور، از کسان دیگرند که در رویداد سقوط چرخبال جان باختند. این رویداد دیروز پس از آن رخ داد که رئیس جمهور ایران در سفر یک روزه به آذربایجان شرقی با الهام علیوف، رئیس جمهور این کشور، دیدار کرده و پروژه قیزقلسی را که با همکاری دو کشور بر رودخانه مرزی عرس ساخته شده است افتتاح کردند. پس از گشایش این پروژه، چرخبال حامل رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی آذربایجان را به مقصد شهر تبریز ترک کرده و در راه بازگشت به علت آب و هوای نامساعد دچار سانحه شد. دیروز که این اتفاق افتاد و حالا امروز صبح که خبر تایید شد، واقعا این حس رو کردیم که انگار که یک پشتمون رو از دست دادیم، انگار که یک وزنه مهمی رو از دست دادیم. با تصمیم هیئت دولت ایران، محمد مخبر، معاون نخست رئیسی همچون سرپرست حکومت ایران و علی باقری کینی همچون سرپرست وزارت خارجه این کشور به جای حسین امیر عبداللهیان گماشته شد. بر اساس قانون اساسی با موافقت رهبری، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت ها و اختیارات رئیس جمهور رو بر عهده خواهد داشت. این موضوعی است که در اصل 131 قانون اساسی بهش اشاره شده. با این حال، جان باختن ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه ایران چه تأثیر بر سیاست ایران در برابر کشورهای منطقه خواهد داشت؟
ایران یک کشور سیستماتیک است، هیچ تأثیری هم اشخاص و افراد در سیستم ایران نخواهد داشت. مطابق قانون اساسی ایران عاجل شخص دیگه به جای از او وظیفه خواهد گرفت. ایران لپاره زایده که دیسی په بهرنی پالیسی کې د هیوادونو په اړیکو کې په اقتصادي تړونونو کې په بهرنی تګلار کې یو څه د بل رئیس جمهور په تعین ولو لپاره کېدای شي منفی تاثیرات منفی اغیز ولري. قرار است مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش فردا در شهر تبریز برگزار شود. چرخبال حامل ابراهیم رئیسی که بل 212 نام دارد یک چرخبال امریکایی است. چرخبالی که شرکت بل آن را طراحی کرده و نخستین نمونه آن در سال 1968 میلادی به پرواز در آمده است. رئیس الوزرای امارت اسلامی در واکنش به جان باختن ابراهیم رئیسی گفته است که افغانستان در کنار مردم و حکومت ایران است. رهبران برخی از کشورهای دیگر نیز به شمول هند، پاکستان، ترکیه، قطر، روسیه و کشورهای دیگر با پیامهای همدردیشان از بهر جان باختن ابراهیم رئیسی و 8 تن دیگر این رویداد را تکان دهنده خواندند. میترا مجیدی با شرح این خبر. لحظات پس از پخش خبر جان باختن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و 8 تن دیگر به شمول امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در نتیجه سقوط چرخبال، امارت اسلامی و شماری از سیاستگران دیگر کشور گفتند که از این خبر متاثر شدند. رئیس الوزراء در پیامی با ابراز غمشریکی با حکومت و مردم ایران گفته است که امارت اسلامی در این شرایط دشوار در کنار مردم و حکومت ایران است. امارت اسلامی افغانستان و تمام افغانها به خاطر این رویداد المناک عمیقا غمگین و متاثر می باشند. ما با جمهوری اسلامی ایران و مردم آن کشور در این غم خود را شریک می دانیم و مراتب تسلیت خویش را به تمام خانواده های قربانیان ملت و حکومت ایران تقدیم می نماییم. سرپرست وزارت خارجه نیز در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان نقش رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را در توسعه همکاری های منطقه‌ای به ویژه با افغانستان را ارزشمند خواند. ما با ایران روابط فرهنگی، کلتوری، زبانی و مناسبات نیک داشتیم. بنان این فاجعه را ما با مردم ایران یک جای هستیم. همزمان با این رهبران کشورهای منطقه و همسایه ایران به شمول پاکستان، هند، روسیه، ترکیه، عراق، قطر و شماری از کشورهای دیگر نیز با ایران همدردی کردند. پاکستان و عراق در واکنش به مرگ رئیسی یک روز، سوریه و لبنان نیز 3 روز را جهت همدردی با مردم ایران عزای عمومی اعلام کردند. نخست وزیر هند در عکسش از نقش ابراهیم رئیسی در تقویت روابط دو جانبه میان هند و ایران سخن گفته است. رئیس جمهوری روسیه نیز او را همچون سیاستمدار برجسته عنوان کرده که از اقتدار بالایی در خارج از ایران برخوردار بود. کشورهای منطقه و افغانستان احساسات خود را ابراز کردند، نظر به سانحه‌ای که واقع شده و امید است که روابط دو کشور به خوبی پیش بره در حکومت آینده ایران هم. چرخبال حامل رئیس جمهور ایران در حال دچار سانحه شد که او و هیئت همراهش پس از دیدار با رئیس جمهور آذربایجان در حال بازگشت به ایران بودند. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته تا در نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان شرکت کند. به نقل از ارگ، معاون دبیر کل و هیئت همراهش در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزراء این نشست را فرصت خوب برای گسترش تعامل و عادی شدن روابط افغانستان با جهان خوانده است. اما مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء گفته که شرکت امارت اسلامی در این نشست مشروط به پذیرفتن خواسته های حکومت سرپرست از سوی جهان است. این گزارش را نیز میترا مجیدی آماده کرده است. سازمان ملل متحد در ادامه دیدارهایش با مقامهای امارت اسلامی از حکومت سرپرست دعوت کرده است که در نشست سوم دوحه پیرامون افغانستان نمایندهش را بفرستد. به گفته ارگ، روزمری دیکالو در دیدار با معاون سیاسی ریاست الوزراء افزوده است که این نشست فرصت خوبی برای گسترش تعامل افغانستان با جهان خواهد بود. بر بنیاد این خبرنامه، مولوی عبدالکبیر در این دیدار شرکت هیئت امارت اسلامی در نشست سوم دوحه را مشروط بر پذیرفته شدن شرطهای امارت اسلامی خوانده است و گماشتن نماینده ویژه برای افغانستان را نیز غیر ضروری دانسته است. دست نست دی نړۍ سره د افغانستان
دوستانه اړیکو ته هم زمینه برابروي او دا ناسته به د دې باید شه چې د دوهې په درېمه ناسته کې امارت هم ګډون وکړي. وختي مسمر تمام شده میتانه کې تمام کشورهایی کې در مقابل امارت اسلامی نظریات مختلف دارند، اینا یک نظر شوند و به اساس هم یک نظر نماینده ویژه را تعیین بکنند و اون نماینده ویژه در هماهنگی با تمام اینا اما اهداف خود پیش ببره و با امارت اسلامی کار بکنه تا امارت اسلامی از این حالت انزوا برایه و به رسمیت شناسی نزدیک شود. خانم دیکارلو در دیدار جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز افزون بر نشست دوحه درباره دستیابی به صلح و تفاهم ملی نیز گفتگو کردند. همزمان با این وزارت خارجه امارات متحده عربی در خبرنامه گفته است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دیدار با لانا نصیبه معاون وزیر خارجه در امور سیاسی این کشور درباره تطبیق قطعنامه 2721 شورای امنیت پیرامون گماشته شدن نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان بحث کردند. وظیفه اصلی شمیز که قضاهای افغانستان مستقلانه ارزیابی بکنه و به منظور مدغم کردن افغانستان در سازمان ملل متحد. به این منظور ای کار شده و تام وست بارها ای را تاکید کردند که باید قضاهای افغانستان از طریق سازمان ملل متحد حل و فصل شود. این در حال است که روز پیش نیز معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با سرپرست وزارت خارجه گفته بود که در نشست آینده دوحه پیرامون افغانستان در کنار مسائل دیگر به مسائل مالی، بانکی، پیکار با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی نیز پرداخته خواهد شد. قرار است نشست سازمان همکاری های شانگهای با حضور نمایندگان عضو این سازمان و بر ریاست وزیر امور خارجه کازاخستان تا ساعات دیگر در شهر آستانه آغاز شود. در این نشست پیرامون وضعیت نوار غزه، خاور میانه، تقویت ثبات، مبارزه با تهدیدات حراس افغانی و مواد مخدر در افغانستان ریزنی شود. افغانستان عضویت ناظر این سازمان را دارد اما تا کنون امارت اسلامی درباره شرکت در این نشست چیز نگفته است. ویرانی جاده ها در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در فاریاب روند کمک رسانی را به بخش های سیل زده دشوار ساخته است. سخنگوی والی فاریاب میگوید که تلاش ها به هدف رسانیدن کمک های اولیه برای سیلاب زدگان در سه ولسوالی این ولایت جریان دارد. سیلاب های مرگبار و ویرانگر در فاریاب جان 70 تن را گرفته است. ما در حال حاضر در مسیر رای ولسوالی های گرزیوان بلچراغ قرار داریم که سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر جاده های منتهی در این ولسوالی ها را تخریب کرده. شماره از بیمارداران از 3 روز بدین سو نتانستند بیمارانشان را به مراکز درمانی انتقال بدهند و رانندگان هم در مسیر این راه ها گیر ماندند. خواهش ما ای بزرگا کسایی نگاه میکنه همه که توجه ملت بکنه که از این وضع مردم خلاص کنند. یا واقعیت بزرگی میکنن نمیکنن که ملت کشی کنن دیگه. ما مردم در گرزوان آمدیم و حالی در پاریاب رفت رایستیمون. این اما قسمت راه را میبینین بیخ رای پشته است، بیخ خراب است. موتورات چند جای 10 تا 15 تا موتور اینم تو مانده. امان الله 31 ساله باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب است. به گفته او ده ها موتر با مواد اولیه و بیماران که به مقصد شهر میمنه و از شهر میمنه به سمت این دو ولسوالی در رفت آمد بودند در این مسیر گیر ماندند. 2 ساعت نرفتیم از ولسوالی گرزیوان و بلچراغ به میمنه. حال ده 8 ساعت ما روا خیلی سیلاب خراب کرده. بزرگا اگر توجه نکنن این راه بند میشه، مردم مواد غذاییش در مرکبا انتقال میکنن. همزمان با این سخنگوی والی فاریاب میگوید که به علت سرازیر شدن سیلاب و خرابی جاده ها هنوز کمک های فوری به مناطق سیلاب زده در این ولایت نرسیده است. ما با دفترهای خیریه با ریاست های سکتوری جلسه اضطراری دایر کردیم و اونها را ما وظیفه به این دادیم که اینها هر چه زودتر به محل حادثه بروند و خانه ها را سروی بکنند، اما چون که وضعیت را وضعیت هوا مناسب نبود اینا هنوز به محل حادثه نرسیده اند و کمک ها هنوز هم به مردمی که واقعا به آن کمک می رسید نرسیده است.
بر بنیاد آمارهای رسمی در پی سرازیر شدن سیلاب‌های پسین در ولایت فاریاب نزدیک به 70 تن جان باختند و شمار دیگر نیز زخمی و هم ناپدید هستند. در این سیلاب ها 1500 خانه مسکونی، 150 دکان، یک مرکز درمانی و صدها مواشی و هزاران جریب زمین کشاورزی نیز از بین رفته است. پس از حمله بر شهروندان خارجی در بامیان، وزارت خارجه لیتوانیا از شهروندانش خواسته تا به افغانستان سفر نکنند. از سوی هم معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که امارت اسلامی برای حفاظت از گردشگران تلاش میکند. مسئولیت حمله روز جمعه بر گردشگران خارجی و غیر نظامی در بامیان را گروه داعش پذیرفته است. باز هم خوش آمدید. شرکت دولتی افغان پست از تلاش ها در راستای معیاری سازی خدمات این شرکت سخن می زنند. مسئولان این شرکت می افزایند که درآمد ناخالص شرکت دولتی افغان پست سالانه نزدیک به 1 میلیارد افغانی برآورد شده است. مسئولان شرکت دولتی افغان پست می گویند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی 13 پستخانه تازه را در شهر کابل ایجاد کردند. رئیس توسعه تجارت این شرکت می افزاید که تلاش دارند تا خدمات این شرکت را بر بنیاد معیارهای جهانی بسازند و در حال حاضر در کنار خدمات داخلی روزانه 100 کیلو کالا نیز به بیرون از کشور انتقالات انجام می دهند. موږم کوشش کوو د امکان ته حد حتی د کوشش کوو چې نورې دنیا ډی ایچ ایل او یو پی ایس او بعضې نور نړیوال غټ شرکتونه چې موږ هم دلته خپله د پوست حتی ایرلاین تیاری ولرو نو داخل او په خارج کې هغه معیاري خدمات چې په نورې دنیا کې وړاندې کیږي هیوادوالو ته موږ هم وکولی شو چې په هغو معیاراتو باندې سنبال خدمات وړاندې کړو. برخی از باشندگان کابل که از خدمات این شرکت استفاده می کنند خواستار ایجاد پستخانه های تازه در بخش های دوردست کشور از سوی این شرکت هستند. وقتی می رفتیم به بانک اسناد خود را اوجا می بردیم، یعنی در صف باید استاد می شدیم تا پول می طرفه بانکی را که افغان پست به ما به بانک می داد تاویل کنیم. اما خوشبختانه این سهولت آمده که ما دیگه به بانک سرگردان نمیشیم و پول خود در خود افغان پست تاویل میکنیم، تمام کار ما در اینجا اجرا میشه. در ولسوالی ها فکر کنم کم بود است که اونجا باید به شهروندای عزیز ما برسه تا که دسترسی داشته باشن به افغان پست و کارهایشان زودتر به نتیجه برسه. شرکت دولتی افغان پستی که از اعضای فعال اتحادیه بین المللی پست و کوپراتیف است که در سراسر کشور دارای 460 پستخانه بوده و به گفته مسئولان این شرکت حدود 2000 نفر در این شرکت نیز سرگرم کار هستند و به 192 کشور انتقالات انجام می دهند. به این ترتیب می رسیم به پایان خبر شش. وقت بر همه شما خوش.